الان نداریم خطای قرآنی، اصلا خاتم نداریم، میخوایم دوباره زندش کنیم. البته دوست آثارش هم قطر تو موزه قطر گرفتم، میشه اسمشونو ببینم یه بار دیگه ببینم. خلیل رجبی اولین جز اولین خاتم کارها، نه که اولین باشه، کسانی بود که اولین، پدرم کسی بود که اولین بار خاتم رو مس چسب، یعنی تکنیکی که نبود قبلش، اصلا نبود، چوب بود. یعنی من خودم ندارم الان کار میکنم. از شنبه دیگه میشینیم سرکت فرمودیم این گل خورشیده، گل این گل خورشیدی بشم، هر خاتمی یه اسمی داره. من میخوام الان تا افتادایی کار بشید اینجا بسته میشه، خواهم آمادش هست و ویترین آمادش هست، یه جفت میشید انشاءالله. بله، خاتم از سه جنس تشکیل شده، برنج و استخون شتر که قبلا آج فیل می اومد و چوب درخت، نمیدونم تهرانی ها میگن زالزالک، اسمانی ها میگن کیویچ. یعنی خدمت ایشون نشون داده، خیلی ریز و 60 سانت ریز و متوسط و درشت. قبل از اینکه اصلا این گل ما بپیچیم و تهیه کنیم، باید اول اینا تهیه بشه. خب یه عده‌ای دارن اینا رو تهیه میکنن، یه دی اینا رو تهیه میکنن که از مس سرچشمه با هنر کرمان میاد اینا توپی، بعد اینا رو با یه سری دستگاه‌های هست اینا رو میکشن به اون ابعادی که میخوان به دست میاد، حالا یا ریز درشت متوسط، و اینا رو از یه تیغای سه نظام رد میکنن که سه پهلو بشید، بعد میره داخل کوره که نرم بشه، حالت فنری در بیاد، بشه به هر حالتی کار کرد باهاش. یه سری هم که قلم شطور رو میرن میگیرن یا قلم گاف، و اینا را به اصطلاح اسید میریزن روش و چربیش رو میگیرن و فلان میشه، با دستگاه سه پهلوش میکنن، یک پهلوش پهن‌تر از دو پهلوی دیگه شه که بتونیم ما در این گل به کار ببریم. حالا این گل مثلا میخوام این گل رو بپیچیم، این گل رو بهش میگن گل خورشیدی. چرا؟ هر گل یه اسمی داره، اینو میگن گل خورشیدی، اینو میگن متن چوب، متن چوب چون همش چوب و سیمه، استخون درش به کار نرفته. این نوع خاتم رو بهش میگن عالمزر یا کلنگی، خاتم صلیبی یا کلنگی یا عالمزر. چرا؟ چون همش سیم و بیشترش سیمه، مرغوبیت خاتم به نوع هرچی درش سیم به کار بیشتر رفته باشه ارزشش بیشتره، چوب باشه میاد پایین. حالا میخوایم این گل مثلا بپیچیم، این گل خورشیدی یا اون هنرمند یا اون گلبندی که میخواد بپیچه باید بدونه این گل چجوری پیچیده میشه. این گل از سه تا سیم اولش تهیه میشه با یه دونه مثلث قرمز به این صورت، سه تا سیم ما میذاریم بغل هم، البته این لوله میخواد، چسب چوب میخواد که با چسب بپیچیم. این مثلث میذاریم بین این دو تا سیم با دست، و اینو میذاریم روی این میشه همون، و اینا با نخ میپیچ، نه با این نخ، نخای ریز نامرئی است به اندازه این. حالا این میشه یه پره، موقعی که آماده شد میشه یه پره، اینا رو میسابی. موقعی که سابیدیم سونای مخصوصی داریم، حالا من اینجا این سون مخصوصش میذاریم توی تنگ، اینا رو میسابیم تمیز. شش تا اینا که پیچیده میشه دونه شش، شش تاشو دوباره میزنیم روی همون شیشی که خدمتتون عرض کردم، میشه ستاره. این ستاره وسطه به خاطر میان خورشیدی. یه سری استخون دیگه داریم ریزتر از ایناست، تو دهنه ی اینا کار میشه که اینا میگن شیش استخونی یا خورشیدی. موقع که خوش شد چسبه شد نخش رو باز کردیم دوره سابیدیم، میام شیش تا این پره را که دوره مثل همون پیچیدیم شیشا وارو، اینا با دست پیچیدیم که سابیده شده و صیقلی شده، روی این میزنیم با دست میپیچیم، اینم خیلی مشکله. موقعی که رسید به اون حدی که دیگه اونجا رسید، این پشت اینا رو میخوایم استخون کار بکنیم که این استخون شطوره. دو تا دونه ای میاد تو دهنه یکی اینا، یک و دو و سه چهار پنج شش تا، دوازده تا، دوازده تا یه استخون با شش تا دونه ای مثلث سبز که همون چوبی خدمت رو عرض کردم درشت‌تر، همه رو با هم میپیچیم. موقعی که تهیه شدیم میان گل،
اینو میگن گل، یه دونه گل به نام گل خورشیدی. حالا این دوتا رو میگیم تو گلو. اینو چجوری پیچیدیم؟ این الان 9 تا سیم بوده، این مثلثی که الان شما ملاحظه میکنید 9 تا سیمه. چرا 6 تا این سیم رو تو هم کردیم پیچیدیم شده 6، 3 تا سیم هم زدیم رو شده مثلث. با 3 تا یه پره مشکی بهش میگیم که به جای این مشکیه، اینو میگن تو گلو. حالا میخوایم تو همش کنیم که این خاتم بیا آماده بشه. اگر خاتم دو گل بخواد، اینو میگیم دو گل، یه تسمیه خاتم رو میگیم دو گل. اگر بخوایم سه گلش کنیم مثل این باید بشه، اینم یه نوع گل دیگه است، میشه 1 2 3 1 2. حالا اینم دوره یه نوع هنره که چجوری تو همش کنیم که بشه دو گل سه گل. حالا دو گلش رو میخوام تو هم کنیم. این 6 تا گل که شما اینجا الان ملاحظه میکنید، این 1 2 3 1 2 3، 3 تا 6 تا، با 12 تا این تو گلو، اینا رو باید با هم جمعش کنیم مرحله به مرحله، نه یه دفعه همه رو با هم. حالا تو شاید اینجا بود نشون دو میدادم تا بشه این لوس، یعنی یک لوس تشکیل میشه 60 سانتی به اندازه همین سیم به قطر اینقدر. حالا اون لوس که من خدمتتون عرض کردم 10 سانتی میبریم، قطعش میکنیم با اره های مخصوصی. اون 10 سانتی که قطع کردیم بینش چسب میمالیم و زیرش یه چوب میذاریم، اونم دوره بنش شد میذاریم زیر فشار یا پرس. اون میگیم فشار، دو تا پیچ از بغل اینا رو فشار میده، دو تا پیچ یکیش ثابته، دو تا پیچ هم یه پیچ هم از بالا میاد روی این میبندیم. اون دو تا پیچی که از بغل فشار میاره به خاطر اینه که اینا رو بده تو دل هم که خط نندازه، یه دست بشه این خاتم، یک دست بشه، خطی درش ایجاد نشه. موقعی که این کار آماده شد با حرارت، با حرارت هوا، این چسبایی که بینش بود و خشکید و این پرست یک روز موند، بازش میکنیم یه چیزی در میاد از اون زیر فشار 10 سانتی الی 60 سانتی، میگیم قامه، اونه بهش میگیم قامه. اون قامه را تا اینجا مرحله خاتم سازی بود، خاتم دو رشته داره، یه خاتم سازی یه خاتم کاری، تا این مرحله میشه خاتم ساز. از این به بعد که من میخوام میشینم اینه به چسبم روی این اشیا، میشه خاتم کاری. نوع خاتم که به اصطلاح مرغوب باشه به نوع استخون هستی درش بیشتر به کار بره و سیم، هر سی سیم و استخونش بیشتر باشه کیفیت کار بالاتره. نه بابا، هاشاش پنتر باشه، مثلا میتونی سه گل یا دو گل. نه حالا اون دو گل سه گل مورد نداره، چون کنار هم قرار میدی، اون بستگی به کاری داره. این حالا مثلا سه گل بهش میگیم خاتم تخمه دار، این نوع وسطش میگیم تخمه دار. این خب برای کارهای معمولی تقریبا درجه دوه این خاتم. این خاتم درجه سه چون درشت داره، هر چی خاتم زمخت و درشت باشه کیفیت میاد پایین، هر چی ریز نقش مثل این باشه کار بیشتری، مثلا این نوع خاتم، این خاتم خیلی عالی، این به خاطر این کیفیتش بالاتره. این حاشیه رو بهش میگن حاشیه ماری. اینا با همین سیم باید تکنیکش بدونی که چه جوری باید بپیچیم، حالا نیست که حالا خدمتتون عرض کنم. اینا میگیم تاجی، شکل تاجی میگیم نیم تاجی. اینا بهش میگیم زنبوری، شکل خون زنبوره. اینه بهش میگیم معمولی یا به اصطلاح حاشیه معمولی تو گلو چوبی. هر یکی اینا یه اسمی داره نوع خاتم، و هر چیز سیمش بیشتر باشه، مثلا اینه این حاشیه نسبت به این کیفیتش بالاتر. این خاتم هم همین دوره خاتم بهتر از این هم داریم، آنو داخل اون ویترین بهش بگم یه شیش خورشی اینجا جلو کار خودم، همه سیم و سخونه، بهترین نوع خاتمه، این داخلش هم خاتمه و چوب طبیعی درش به کار رفته، چوب نارنج و گردو، فیبر نداره. حالا این جعبه ها فیبر داره، این فیبر دوام نداره، باعث میشه بله جدا بشه، ولی چوب طبیعی که باشه دوام داره و رنگش هم ماندگاره. قدیم یه درخت به نام درخت فوفه که از هند می اومد داره ما، اونا کار میشد، اونا دوام داشت، شبه طبیعی داشت و دوام میره و اینا عمری بود، ولی اینا به مرور زمان متاسفانه اگر پولیستر خوب نزنن سفید میشه، که 10 سال 20 سال که موند به مرور از بین میره. این چیز خاتم بود، خاتم هرچی همون خطبات هم از کردم سیم و استخونش بیشتر باشه و قطر خاتم بیشتر ببرن اون مرغوب تر. حالا متاسفانه حالا بر اثر گرونی صحبت میان نازکش میکنن مثل بعد یه کاغذ،
بخ این کیفیتی نداره. خیلی ممنون. خیلی ممنون. میشه اسمو فامیل که میدونم رجب. من مجید رجبی هست. خیلی ممنونم. سلام. ان شاءالله زنده باشین و سلامت باشین. موفق باشین.